به نام خداوند یکتا مهربان، وطندارای عزیز، ارجمندان گرامی، خانواده های نهایت محترم، قربان شما شوم که همی صبح که از خواب میخیزین فقط همی آریانا را میبینین، صبح زندگی را میبینین. ما خود از سه جای لایف هستیم، یکی صبح زندگی که در آریانا است، یکی هم در آریانا نیوز و در پالویش کسایی که دموتر هستن، حتی بر از اونا هم خب میخواییم که بستهای خوب معلوماتی داشته باشیم، گزارش های خوب داشته باشیم، بخش های خیلی خوب دیگه از صبح زندگی داشته باشیم، مهمان های خیلی خوب دعوت میکنیم که حداقل اونا هم مستفید شوند، یعنی به بهره نمانند از اینکه اگر در خانه نباشند، حتی در موترایشان هم ما ایره در نظر گرفتیم که بفهمند که ما در کجا هستیم، چی گپ است، چی میگذره در سطح شهر ما و در کل در برنامه صبح زندگی. با دومین گزارش ما به گونه زنده خوش آمدین. ما در دومین گزارش همیال به کجا هستم که بین لیسه حبیبیا و سرک کارته چهار یا هم رو بروی پارک محسنی که اینجا را به مونام مردم ما مشناسه. در کنار سرک با اینمی پدر بزرگوار سر خوردیم که اینجا چپلک سودا میکنم، نام رسمیش چپلک. گفتم یک دقیقتش قصه بکنیم، از روز روزگارش بپرسیم که در چی حال و هوا. سالا خدا خو من میگم که اقتصادای ما شما را خوب بکنه، اقتصاد ما خوب شوه، با امید زمی هستیم که جیبای کل ما پر از پیسه باشه، بتانیم حداقل یک زندگی خوب خداشته باشه. من یک چیز دیگر هم میگم، هدف من این است که مثلا در این شرایط درست است مشکلات اقتصادی ما کم زیاد شده، اما اگر ما تاریخ ما را مطالعه بکنیم، در گذشته ما شما اقتصادای ما خوب نبوده، این را باید بگویم که یعنی از ما گذشته یک مملکت بودیم که یک کشور مصرفی در پولیش وابسته و کشورهای همسایه در قسمت اقتصاد ما. خب به هر صورتش آرزو میکنم که خوب شد و خیر اقتصاد ما. این پدر بزرگوار اول کتش معرفی میشیم، باز دیگه گپام داریم. صبحت بخیر پدر، چیل داری؟ صبح شما بخیر جانا، که جورت بخیر است. قربانت. خودت خوب هستی؟ شکر سه بخیر باشی. روزگار بخیر میگذره؟ شکر بخیر میگذره جورت. قربانت، امی نامت هم برم بگو. محمد هاشم. کاک هاشم، خانه کجاست؟ خانه دوغابات است. خواه دوغابات. اما دوغاباته که من سر گزارش هم داشتم که باز میگفتم امیر چرا دوغابات میگن؟ نامش دوغابات است دیگه. یک نفر گفت دیوال که آباد میکردن، باز او که خلا شد دوغن. اما تو بود یا نبود؟ ولی او یادم نمانده سایی. میگن دیگه؟ میگم تو میگه. خب بخیر باشی، تشکر. از نامش تیر میشیم دیگه، هرچی کس مردم منطقش خوش آرام باشه. خوش آرام. بخیر باشی. چقدر وقت است که میای اینجا چپلک سودا میکنی؟ چند وقت پیش کلچیوانی میکردیم. تاکسیوانی که میکردی؟ کراچی داشتیم، کراچی یک تایره. دیگه بساب امی کرچیانی جولی کشی بعد این چپلک‌ها را ماه رمضان فطر این چپلک‌ها را میارم مفروشم دیگه. از رمضان به این طرف دیگه امی یک دو ماه شد دیگه. این امی چپلک‌ها را میاریم مفروشم دیگه، بعد کرچیانی بعد بخ چپلک فروشی دیگه. این چپلک‌ها را از کجا میاری؟ از مندهی میاریم سیف. از مندهی میخریم؟ در جنکی میخریم. در جنکی میخریم. خب در جنکی میخری. این درجنش چند دانه دارد؟ چقدر به خودت؟ درجنش 12 تا داره. ولی حالا یه هم قیمت شده، پیش 500 می خریدیم، حالا 620 رپا می خریم. دیگه سودا هم نیست. 70 رپا قیمت شده؟ ولی یک 70 رپا قیمت شده نرخش. خب، بخیر باشی. منتها یک چیز دیگه است، اگر این را در بعض جای دیگه ببری نسبت به اینجا. ولی می جایم می شینیم سایه هست دیگه، هفته و گرمی، یاد را گرمی هم از این را گجا بگیریم، می جایم. میشینیم خدا مهربان است. خب بیا به شک دربارش کلان است. دربارش کلان است. همین یک تام روزی میشه دیگه. اگر شهرام بدینیم سودا میشه جام مردم میخره خدا مهربان. دربارش کلان است، خدا مهربان است که اما هر روزی که ما شما یک چیزی را در نظر میگیره اولا میکنه ها یلغمنان پیدا شده. خیلی ببینی با این ریش و سفید و سر سفید که شما چبلق میاری نیجا در خانه آدم چیکار اینی همت است به شک اینی همت است دم خوردرکی هم کار میگه ما الان کار میگیم چی کنیم؟ امی خوب است حالا خودم در خانه دقا میاره در خانه آدم چی کنه بیخی در خانه دق میاری مشکل است حالا شرایط یلغم نان آدم پیدا کنه دیگه تمام هم نان خشکش هم پیدا کنیم هم یلغم نان پیدا میکنیم دیگه شکر است بخیر باشی راستی یک چیز دیگر را نگفتی فامیل دارم هستی چند تا اولاد چهار تا شکر چهار تا شکر چند بچه چند دختر
چهار تا بچه هست مال خدا مکتب میخونن دیگه، بیکار هستن دیگه، دختر ندارم. خب هر چهارش بچه هستن؟ ها هر چهارش بچه هست. شکر کاش که یک دختر هم میداشتیم، دستیار مادرش میبوده. خب ایوه نداریم، هم چهار تا بچه هست. چهار تا بچه یعنی ای کاش که میبود یک تا یک دختر هم والا نداریم دیگه. توکل ما به خداوند دیگه. خب خب به خیر باشی. خب بیا مال خدا، بیا مال خداوند. بشک بشک مال خدا. خب خدا کنه که در زندگی به وا رسیدگی تو نصیب بشی. والا یعنی می یک زحمت میکشیم دیگه، میگم مکتب تو نه بخونی که کار همی پاس مکتب بخونی. پدرها خود همیشه دستکایشان اوله میکنن، مادرها خیر ببینه که در داخل خانه زحمت میکشن، پدرها خیر ببینه که در بیرو به خاطر اولاد همیشه زحمت میکشن، همیشه هم بار سر شانه خود میگیره. اگه چپیش هم کد خیر است، میگه مقصد که امی اولادا چاره و پردش شوه، امی ها به سر برسه، برادامی ها به سر برسه، برادامی ها زحمت میکشیم دیگه. با کی کار میکنیم خیر؟ آقا برای امی اولاد زن کار میکنیم. حالا خود دوران های جوانی که بود دیبه بودن که حالا جوانی تیر شد قربان بیزنی که یک نان تنها میزنی حالا نمیشه بیزنی هم نمیشه تایی او یک گپ است که در دوره جوانی است، یک شوخی است. بله صحیح، اما دوره جوانی و مجردی مزه خدا داره. دوره متعلی آدم تکمیل میشه، بیشتر از دوره مجردی گپای خوب خود دیگه خدا داره. بله صحیح ده باشی صحیح. قربانم چم بخیر باشی. این چپلک بازدانه چند تمام میشه به خودت؟ والا دیگه دمی یک سیر به فایده میمونه خود. یعنی میگم یه میگم ده تا قیمت سیر یک چپلک. والا والا خوب قیمت شد، نرخ ها بلند رفت. پیش 5 لپ میمون که در جان 540 500 میگرفتیم، حالا قیمت والا فایده هم کم از دیگه سودا هم نیست دیگه. کی 50 رو به کل شهر است، نالا مرشد رو بگیم کی میخره در شهر هم اینیمی 50 رو پلید همه یک سیره به چهار فایده شد. در چیز تو فایده نمیمونه که تو فایده زیاد مانه خوالا که توکاندار بدید اون سیره به چهار به فایده شد. میاریم والا که رایران میدیم در پرف آمد شهر که میره خود سیره به توانی میشیم. چند بجه صبح میایی بازی جا؟ صبح کی والا دیگه نمیده 8 بجه میام نماز که خانم چای مایه میخونیم اینجا 8 بجه میاییم توکل خدا. تو چند دیگر هستی؟ تا 4 بجه 4 و نیم بجه دیگه. ما پیشتر گفتم که نه، اگه در یک منطقه که دیگه باشه که زیاد مردم تیر و بیر شود، یک پیاده رو دیگه در یک سایه هست دیگه، همینجا خدا مهربان است. خب ها دیگه خدا مهربان است. بخیر باشی، بسیار تشکر. بیا خدا مهربان است، دعا میکنیم کمی فقر و تنگ دستی و یاز وطن ما رو شکن شوه. بخیر نه باشی هست دیگه، سودا میشه. خدا مهربان است، خدا روزی دست. چای خوردی؟ والا چای صبح خوردم در خانه خوردم صحیح. خب ها چای صبح خوردیم دیگه، نان چای خوردیم. ها چای صبح میخوریم یعنی دیگه دیگه کالا بیاییم بیسه پا چای صبح ما میشه. ها کلا ما هم چای صبح هم چای صبح میخوریم، دار پا نان دار پا چای بیسه پا اما با چاش همیجا لگ من نان میخورم. همی اگه ما بودیم در مسابقه هم نان میاریم باز همیجا میخوریم. قربانت، همی زندگی شاهانه در مسابقه هم نداشتیم؟ داشتیم. بله صحیح. همی زندگی شاهانه که مثلا در چای صبح کدام چیزی میخوریم سابق داشتیم؟ آره دیگه نیست، اقتصاد دارد همون سابق ضعیف بوده، اقتصاد ضعیف هست. خب بیا خیر، بسیار تشکر، بخیر باشیم. دیتانان و ناور خانه هم خودت هستی دیگه، کسی نیست، بچه ها خورده. یک بچه که دیگه هم کار میکنه، کار نیست دیگه، دیگه کاربار میکنن. بخیر باشی، قربانت، بسیار خوش شدم، تشکر. زنده باشی، خیر باشی. خودم گپ گفتنی کار خدمت به ما هست. زنده باشی. انشالله خبرت میگیرم، صحیح؟ اینه میجا که اصلا باز اگه خبر ما رو گیدی، اگه چیده کومک کدی؟ آه، چرا نه، حتما. خدا خیلی تانده کومک کنی، اقتصاد بیتی دوستایی طرف که بود، بگو که همیجا چپلک فروش اشتا همیجا هستم باز روز کی جانا بودم اون طرف هستم خب او بغل سرم مقصد توجه ایتان باشه یک کومک اقتصاد ضعیف هست همی دوستا رای طرف یکان جایی که موضوع کومک بود حتما چی میکنم ما خبر شد اگه این طرف سرک نبودم اون طرف سرک هستم مقصد این منطقه هستم یا این طرف سرک یا اون طرف سرک بیایی میبینیم انشالله مقصد توجه ایتان باشه یک چیز مواد اگه نی کومک میکنم خود تلیدین آرینا یکان جای کمک میکنن. آه آه خواهیم کمک پیش موادایی چی میداد؟ بنیاد خیریه باید صاحب هست دیگه توکل ما به خدا انشاءالله ببینیم چی میشه سعیز؟ خدم کمک ها مستدیر چیم دیوایتان میکنیم مردوی باشی آرام باشی جور باشی خدا کمت نکنه زنده بایسه با عزت سر بلند بخیر باشی تشکر خدم کمک ها خیلت باشی بیخی دلکت جمع باش اگه طرف سرک نباشه اون طرف سرک هستم مقصد هستم میشه بسیار تشکر از شما تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین.
گل گپارا گفتم دیگه که اقتصاد ما در گذشته چی رقم بوده، خدا ریشکن کنه بر همیشه یک زندگی باشه که حداقل به زندگی لق لق کده پیش پیش بره. بسیار تشکر. تشکر باش. خب باش که من از جای مستاد شد کمی پایم هم خواه برد یک رقم. خب تشکر از این که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. اونجا هم کسایی است که ورکشاپ است، کسایی که موتورسیکلا را میارن برای جور کردن در اونجا بیشتر همینجا ما گزارش ما را به گونه زنده قبل از اینکه لایف شیم گفتن فکرتان باشه که ما اینمیجا هستیم، اما ما نمیخواهیم که قصه بکنیم گپ بزنیم. با او خاطر ما گفتم درست است ما امرای کاکا صحبت میکنیم، باز به او دلیل ما هم نخواستیم، اگر نه حالا میخواستیم بریم طرف از امونو یک دقیقه کتشان قصه بکنیم. یک چیزی دیگر که ما باید براتان بگویم در قسمت هوای گرم کابل، همشهریانی که در کابل زندگی میکنن در هر محیط و منطقه که هستین کوشش بکنین که از این گرمی ها خدا نگاه کنین، منتها یا شاید سر ما زیاد فشار آورده این گرمی. مقصد ما چیزی که در دل ما سموره براتان میگم، یگان کلا یگان چیز داشته باشین این طرف که هوا خیلی گرم است، خدای نخواسته مریض نشین که. و یکی پرخوری در این وقت دکتر صاحبا میگن که دوای گرم پرخوری زیادم میتونه که شما را به مشکل مواجه بسازه و بیشتر از 24 درجه هوای کابل گرم است. نمیفهم که کسایی که در جلال آباد زندگی میکنه، کسایی که در مزار شریف زندگی میکنه، خدا اینا چی میکشن؟ کسی برای ما گفت که اینقدر گرمی در جلال آباد است، روز با دوستان نشسته بودیم گفت که اینقدر گرمی زیاد است که در یک منطقه که مثلا مکمل یک پایپ هوا در سرت بگیری که کالای تام تر شوه فقط 20 دقیقه کرا کنی 20 دقیقه با سعی کنی بگویی که هیچ من کالای خود تر نکرده بودم، یعنی هوا سر خود ننداخته بودم به خاطر از اینکه اینه به این حد هوا گرم است. به هر صورتش خداوند همه ما شما را در حفظ و امان خود داشته باشه. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی بودین، بیننده گزارش ما به گونه زنده بودین. در حال حاضر هم شما و استودیو صبح زندگی.